نشست هیئت عالی رتبه یا سام امروز و فردا در کابل برگزار میشه. در روز اول که امروز است، دو نشست جانبی وجود دارد که روی تأثیرات کرونا علیه اقتصاد افغانستان و چگونگی بیرون رفت از این معضله است و نشست دومیشان هم روی صلح و انکشاف افغانستان است. در این نشست ها از شورای امنیت، از حکومت افغانستان، وزارت مالیه، بانک انکشاف آسیایی، بانک جهانی، سازمان توسعه ملل متحد یا UNDP و همچنان معاون زلمه خلیلزاد یا نماینده خاص امریکا در امور صلح و همچنان از سکتور خصوصی اشتراک میکنند. در روز اول که حاشیه است و نشست های جانبی است، کلا موارد تکنیکی بحث میشه. حکومت افغانستان برنامه های خود تشریح میکنه و بعد از او جامعه بین المللی و یا متخصصین و یا همکاران بین المللی نظریات خود شریک میکنه. فردا که روز اصلی نشست سام است، رهبری زیر سه کشور که افغانستان است، فنلند است و نماینده خاص سرمشی سازمان ملل متحد به پیش میبره، صحبت را اصلی را جلال مآب رئیس جمهور میکنه که در او روز سند دوم چارچوب ملی صلح انکشاف افغانستان پیشکش میشه. همچنان روی پیشرفت کاری تعهدات متقابل از کنفرانس جنیوا به این طرف پیشکش میشه. از این تعهدات ما تقریبا 80% از این برآورده شده، 20% از این یا در حدود 10 تعهد که مانده هنوز وقت الی آخر سال داریم که او هم انشاءالله به خوبی پیشرفت میشه و بعد از او در یک قسمت از این دونرا صحبت میکنن که کلا مسئله را به معرفی میگیرن، تمامشان نظریات خود شریک میکنن. نشست سام یک نشست تقریبا بررسی کننده است و روی از این صحبت میکنه که کنفرانس بعدی تعهدات مالی که در جنیوا برگزار میشه، روی از او تصامیم گرفته میشه. یک کنفرانس نهایت مهم دو روزه است و حکومت افغانستان تمام آمادگی های خود داره تا ما بتانیم این کنفرانس هم به شکل کامیاب و پردستاورده از او برگزار کنیم.